باشگاه پرسپولیس میتونه در واقع امیدوار باشه که پولی از دست نده و حتی غرامت بگیره؟ خیلی متشکرم. ببینید آنچه که من شناخت دارم از سبک و الگوی کلی قراردادهای فوتبال در کشور خودمون و همینطور در مورد خاص باشگاه پرسپولیس، اگر همون الگو و همون چهارچوب قراردادی در مورد این بازیکن هلندی هم تنظیم شده باشه، بدون تردید جایگاهی برای اینکه لوکادیا بخواهد از باشگاه پرسپولیس مدعی باشه و چیزی رو مطالبه بکنه، هرگز چنین مبنایی وجود نخواهد داشت. این در وهله اول. و در وهله دوم به چند دلیل و مبنا که خدمتتون عرض می‌کنم، باشگاه پرسپولیس حتی می‌تواند غرامت هم مطالبه بکنه. بله. نکته اول اینجاست که اولین اقدام که خب من در رسانه‌هام ندیدم بهش پرداخته بشه و بسیار فوری باید باشگاه پرسپولیس در این زمینه اقدام بکنه، تشکیل کمیته انضباطی خود باشگاه هست. بله. با توجه به اینکه این بازیکن قرارداد داشته و متعهد بوده در تاریخ مشخص و مقرری برگرده اما حاضر نشده و غیبت کرده، بر اساس مفاد قراردادی که با باشگاه داره جرائمی رو میتونه باشگاه در کمیته انضباطی خودش در مورد در واقع تصمیم قرار بده و این رأی رو به لوکادیا ابلاغ بکنه. بله. این در واقع موضوع بسیار مهمه برای اینکه مستندسازی بشود برای یعنی کمیته انضباطی باشگاه و تشکیل جلسه بده و جلسه بده بر اساس مقررات انضباطی خود باشگاه و متن قرارداد بازیکن یک مبلغ جریمه مالی رو حکم بدهند، این حکم رو به لوکادیا ابلاغ بکنند برای اینکه مستند بشود که در اون دعوای حقوقی بعدی که قرار هست در فیفا مطرح بشه، این مبلغ جزء مبلغی است که باشگاه حق داره به عنوان غرامت مطالبه بکنه. قابل بررسی در دادگاه بین‌المللی هم هست این حکم انضباطی داخلی؟ قطعاً به لحاظ این که بر اساس مفاد قرارداد همونطوری که باشگاه متعهد هست سر موقع حقوق بازیکن رو پرداخت بکنه، غیبت غیر موجه یک بازیکن هم در اساس مقررات فیفا هم بر اساس متن قرارداد بازیکن با باشگاه میتونه مشمول جریمه مالی باشه. نکته دوم این هست که خب باید در دیوان فوتبال فیفا مستحضر هستید دیگه، ما اون اتاق حل و فصل اختلافات یا کمیته تعیین وضعیت فیفا، اینها دیگه همشون رفتن تجمیع شدن در دیوان فوتبال فیفا چند ماه پیش. بنابراین باید شکایت باشگاه پرسپولیس خیلی فوری ثبت بشه در دیوان فوتبال فیفا مبنی بر فسخ غیر مجاز این بازیکن، که در اونجا هم یک در واقع اولا اثر اولی که پرسپولیس انشالله در صورت موفقیت در این پرونده که بسیار شانس بالایی هم داره، اولا دیگه هیچ مبلغی رو متعهد نیست پرداخت بکنه، ثانیا این رأی که در کمیته انضباطی باشگاه مطرح شده رو میتونه مطالبه بکنه به عنوان جریمه، ثالثا با در مورد محرومیت انضباطی این بازیکن که اقدام به فسخ غیرقانونی و غیر مجاز کرده، هم یک جریمه مالی در فیفا برای او در نظر گرفته خواهد شد، هم حداقل 6 ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی رو خواهد داشت. پس مسیر رو شما شفاف بهش در بعد حقوقی اشاره کردیم. حالا سومین نکته است که من باز جایی مطرح نشده لازم می‌دونم حتی بگم، چون ممکنه که صدای من در حقیقت به گوش مدیران محترم باشگاه پرسپولیس نرسه، حداقل برای احقاق حقوق باشگاه و هواداران این رو من بگم. یک دعوای دیگه هم باید علیه لوکادیا مطرح بشه و اون دعوایی که در کمیته اخلاق فیفا باید در واقع ثبت بشه. گفته ها و اخباری حکایت از این داره که اظهاراتی از طرف این بازیکن مطرح شده به خاطر توجیه و بهانه ترک کشور. اگر این گفته ها درست باشه و قابل اثبات باشه، ایشون اظهاراتی رو مطرح کرده که هرگز جنبه و ماهیت فوتبالی و ورزشی نداره، ماهیت سیاسی و غیر فوتبالی داره و دخالت بازیکن در این امور هم میتونه مصداق تخلف انضباطی و برخلاف مفاد مقررات اخلاق فیفا باشه
که این هم باز میتونه دعوای دیگری توسط پرسپولیس در کمیته اخلاق فیفا باشه و باز محرومیت دیگری علاوه بر محرومیت فصل غیر مجاز برای این بازیکن تحمیل بشه. درود بر شما. خیلی متشکرم. من میخوام از استاد عزیز اول میخوام یه نکته رو بگم در مورد نظر شما رو هم بدونم، این که خب اساسا محمد امیر بازیکن فوتبال پول میگیره که چیکار کنه؟ بازی کنه. حالا الان عمدتا اتفاقای دیگه هم میفته و این که شگرد شده دیگه، این طرف مثلا میاد میره توی کشوری میره سر از تیم‌های پرطرفدار و هوادار در میاره، حالا اینجا در مورد استقلال و پرسپولیس صحبت می‌کنه، مشخصا پرسپولیس، بعد جذب هوادار می‌کنه یا حالا تو فضای مجازی فالوور می‌کنه و بعدش حالا عمدتا دیده شده کارهای تبلیغاتی انجام میدن. حالا یکی میاد میگه آقا بازیکن فوتبال که اصلا نیازی به 10 میلیون و 15 میلیون و 20 میلیون نخه، شما برید نگاه کنید ببینید اینایی که کارشون این شده چقدر در طول روز و ماه و سال درآمد داره، اصلا یه شغل پر درآمد شده. حالا اونایی که نمیدونن برن تحقیق کنن، به حرفی که من میزنم اکتفا نکنن. و بعدم بازی با احساسات هواداران، حالا یه بخشش مالیه شما فرمودید، یه بخشش هم احساسیه که به نظر من باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و تو اون بعد فرهنگی باید نذارن که سوء استفاده از احساسات هوادارشون هم بشه و بعدش هم ترک یک باره و به قول شما اشاره به موضوعاتی که شاید به بازیکن الان مثلا در مورد چارت رئیس جمهور از یه بازیکن فوتبال بپرسی شاید ندونه، یکیشو به زور بگه، دو تاشو نهایتاً همه‌شو ندونه. ولی دیدیم دیگه، ما خودمون هم تو جمعای خصوصی که میشینیم هممون کارشناس میگه پاش درد میکنیم، آقا شما پات درد میکنه دیگه نباید سرکه بخورید، آقا بذاریم بره پیش یه کارشناس، پیش یه متخصص. اما در نهایت همونطور که هوادارا از احساساتشون پیشنبسته پیشنهادی من سوء استفاده میشه، اینی که همونجوری که شما دنبال کردین یه نفری و مثلا مهدی توتونچی رو اگر احساس که مهدی توتونچی یه روزی اومد حالتون رو گرفت و احساساتتون بازی کرد، به همون راحتی همونجوری دنبالش کردین دیگه دنبالش نکنید، این یه بسته پیشنهادیه. به نظر میاد اینجا میتونیم یه واکنش حداقل منطقی ارائه بدیم. نمیدونم شما در مورد نکاتی که من گفتم موضوعی داری؟ مثلا یورگن لوکادیا الان تو جدول رده بندی ششمه دیگه، 6 گل است کنار محمد عباس‌زاده که الان با بهتاش صحبت می‌کردم. خب برای هوادار پرسپولیس و اینکه رقیب سنتی استقلال دارن، کوری و کلکل و اینا همیشه این پنجرهش بازه، ولی یه دفعه ول می‌کنه میره، خب الان صدر جدول ما این بازیکنی که اومده بازی کرد و گل زد و پاس گل هم بهش دادن الان مثلا نیست دیگه، یه خط بعد بکشه. بفرمایید. کاملا جناب ایشون چه فرمایش شما متین درست هست و البته در این زمینه هم راهکارهای حقوقی وجود داره. متاسفانه در باشگاه‌های ما به ویژه باشگاه‌های بزرگ ما همونطوری که ما می‌گوییم اینها ورزش و کلیت اداره این باشگاه‌ها باید به سمت حرفه‌ای شدن بره، مدیریت حقوقی باشگاه‌ها هم باید حرفه‌ای بشه. ببینید بر اساس قراردادهایی که باید بین باشگاه و بازیکن منعقد می شود، یک بند و یک مادهی باید وجود داشته باشه که صراحتاً با توجه به این که این باشگاه ها میرن با یک اسپانسر قرارداد می بندن و تمامی ظرفیت های تبلیغاتی کل تیم و تک تک بازیکن ها میاد موضوع این قرارداد با اسپانسر میشه. پس اگر یک بازیکنی سر خود رفت بدون اجازه باشگاه هر گونه فعالیت تبلیغاتی و درآمدزایی کرد، دوباره باید کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه بده، اول به بازیکن اخطار بده و اگر اون اخطار رو رعایت نکرد برای او جریمه مالی در نظر گرفته بشه. علاوه بر اون نکته دیگر در مورد بحث احساسی که فرمودید، باز هم در همون دعوایی که در کمیته اخلاق مطرح میشه و به موجود باز بند قراردادی که باید پیشبینی بشه در قراردادهای حرفه‌ای فوتبال، اگر بازیکنی یا سوء استفاده بکند از اعتبار و نام یک باشگاه یا به نوعی موجب نقض خوشنامی باشگاه بشود یا خلاصه بتواند در واقع به نفع خودش بهره برداری شخصی بکنه به ناحق و برخلاف قوانین و مقررات و قرارداد، اینجا هم باز کمیته اخلاق میتونه وارد عمل بشه و اون بازیکن رو مجازات کنه. بنابراین هم اون در واقع برخورد و واکنش اجتماعی شما
بله. که هوادارها نشون بدن بازیکنی که پایبند به تعهدات اخلاقی و قراردادی خودش نباشه هیچ جایگاهی نداره بین هوادارها. بسیار. هم باید هوادارها اون رو به تعبیری نگم انگلیسی شو نگم در واقع اون رو دیگه همراهی و مورد در حقیقت پیروی قرار بدن، اون رو آنفالو بکنن، یا اینکه باید از اون طرف هم اقدامات حقوقی لازم در باشگاه و در مراجع قضایی صورت بگیره. بله، خیلی متشکرم آقای وکیل، ممنونم ازتون، توضیحاتتون کامل بود و به نظر میرسه با نکاتی که شما اشاره کردین به هر حال باید به فوریت باشگاه پرسپولیس وارد عمل بشه، همون جلسه رو برگزار کنه، جریمه ها رو اعمال کنه و در نهایت هم فکر کنم یه پروسه سنگینی باشه دیگه، یعنی کاملا یه در واقع تیم وکلای، یعنی کاملا یک بعد حقوقی حرفه‌ای رو بعد اعمال آزمون مدیریتیه دیگه اینجا. الان واقعا میگم احساسات، بحث حقوق و اتفاقات پیرامون هوادارا این موضوع آزمون مدیریتیه که حالا. خیلی متشکرم جناب عزیز، من این جمله رو اضافه می‌کنم در مورد فرمایشات فرمود آزمون مدیریتی بسیار بجا فرمودید. اصلا سرعت عمل در اقامه دعوا هم از نظر اصول کلی حقوقی هم از نظر روانی برای اون مرجع قضایی که بخواد به پرونده رسیدگی کنه یک بار معناداری داره. وقتی یک باشگاه میاد فوری اقدام میکنه نشان دهنده اون فشار، شدت در حقیقت خسارت و آسیبی است که دیده، تا اینکه شما رها بکنید به امان خدا بگید حالا ما 6 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 6 سال دیگه ببینیم حالا بعدا چیکار میکنیم. بنابراین اقدام قاطع و فوری باشگاه. خیلی متشکرم آقا، ممنونم استفاده کردیم، خیلی متشکرم، سپاس.